دعوای جدید امیر تتلو با تتو آرتیستش. تتو آرتیست امیر تتلو از تتلو بابت شکستن دماغش شکایت کرد. اگه میخواید داستان کامل این ماجرا رو بدونی حتما و حتما تا آخر ویدیو همراه من بمون. سلام به بچه ها رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوب باشه. من محمد هستم و اینجا رپ تایمه. قبل از هر چیزی یادتون نره که چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. بچه ها برنده های گره کشی هفته قبل اعلام شدن، میتونید ببینید که برنده شدید یا نه. داخل ویدیو قبلی ویدیو شورت هم گرفتم برنده رو کاملا اعلام کردم و آخر همین هفته یعنی جمعه یه ویدیو میدم که باز برنده ها رو انتخاب میکنم. فقط کافیه کامنت بذاری، سابسکرایب کنید و من گره کشی میکنم مثل ویدیو قبلی انتخابتون میکنم و یه اکانت اسپاتیفای رایگان بهتون هدیه میدم. از اونجایی که میدونید امیر تتلو با یکی از تتو آرتیستای قدیمیش به نام بهروز دعوا شده بود که بهروز اومد و بهش بی‌احترامی کرد. بی‌احترامی که نکرد، اومد پولش خورده بود، 10000 دلار دیگه. 10000 دلارش رو برداشته بود و امیر تتلو هم افتاده بود دنبالش که بره مثلا بهروز رو بگیره بزنه. حالا اصلا رفت بزنه یه چیزایی اون خورد که حالا بریم ویدیوشو با هم دیگه ببینیم. بچه‌ها اول بریم واکنش امیر، یعنی امیر تتلو هنگامی که داشت میرفت بهروز رو بزنه داخل ماشین، بریم واکنشش الان ببینیم با هم دیگه، بعد میریم لحظه‌ای که دماغ بهروز زده شکست رو با هم میبینیم. حالا اولیو ببینیم فیلم رو. راه ادب کردن یک چونی بی تربیت، یعنی نمیدونم، نمیتونه حاشیه باشه چون بهروز هم یکی از تتو آرتیستاشه، زیاد آدم بزرگی نیست که بگیم مثلا میخواد وارد حاشیه بشه. یعنی تتلو کمی الانش هم داخل حاشیه خیلی زیاده، میخواد بیاد ایران، یه بار میگه میخوام بیام، یه بار میگه نمیخوام بیام. فعلا قصد اینو داره که بیاد، همونطور که میدونید خب مثلا تتلیتی و فراخوان دادن که اومد ایران مثلا دم فرودگاه امام همه بریم اسکورتش کنیم تو خونه. داستان خود تتلو گفته این کارا رو حتما انجام میدیم، ولی که مطمئن باشید نمیاد. پشت تلفن همه بی تربیت هم زارم پشت تلفن بهش بی تربیتی کرده، این پشت رفته در خونه شو فیس تو فیس تو بر مرد نگه فرار میکنه. اینجا تتلو رفته پایین در خونه شون، در رو زده، بهروزه در رو بسته فرار کرده کنه. مرد نگه فرار میکنه، کشتش معتاد. خب چه فوشی میده، چونی بی تربیت. وای اینجا یارو فرار کرده، ولی خب نمیدونم فرار کرده بود طرف، ولی نمیدونم چطوری دماغش شکسته تتل. اصلا میگه طرف فرار کرد، بریم حالا لحظه دماغ شکستن امیر تتلو هم ببینیم زده شکسته. البته ندیدیم بشکنه، اینجا دستش یکم خونه که خودش گذاشته بود داخل یوتیوبش، ببینید. و داخل یوتیوب زده بود که این دماغ کی رو دستم مونده، یه دماغ رو دستم جا مونده. آره میگه یه دماغ رو دستم جا مونده. این دماغ مال چیه؟ ولی همین قضیه که اوکی شد، بهروز یه ویدیو داد گفت که اصلا این خبر رو نیست، من داشت امیر خوبیم که بریم ببینیم، داره نفس نفس میزنه، ببینید. آقا امروز یه داستانی پیش اومد با من و داشمیر، خواستم بگم به کسی ارتباط نداره، هی کاسه داختر از آش نشید. یعنی نمیدونم دماغ بهروز کلان درسته و کیه، چرا کجای دماغش زده؟ هی زنگ میزنید این رفیقای علکی، آی فلان، آی بیساره، ولی میکنید تو رو قرآن. امیر داشیمه، هر اتفاقی هم بیفته، هر داستانی هم رد و بدل بشه بینمون به خودمون مربوطه. دو داشیم هر کاری هم بکنیم باز به خودمون ربط داره، کسی لطفاً این تتل که رفته اینو فوش داده بود، میگه دو تا داداشی مثلا، این خبرو نیست. داره کسی لطفاً دخالت نکنه، کاسه دختر از آش نشید، خواهشی که ازتون دارم. من خودم این چند روزی سر یه داستان بیخودی اعصابم خورد هست، این علکی رو مغز من نرید دیگه. امیر تتلو هر کاری بکنه، هر چی بگه، داداشم حقم داره، تموم شد رفت، بکشید بیرون. رسما گفت غلط کردم. و اما وقتی تتل رسیده بود خونه، بهروز یه مش ول کرده بود تو پیرسینگای تتلو. ببینید دقیقا اینجا نمیشه 15 سالی که معرفی کنی، بزرگ کنی، هرچی بلدی یادش بش بدی، بشینی زیر سوزن، همه جوره فرصت بهش بدی، بعد با مش ول کنه تو پیرسینگ جدیدت که رفتی همونجا برای تبلیغ کردنش زده. انقدر نمک برام، انقدر بی‌معرفت، انقدر بی‌تربیت. عجب این وضعیت تتو آرتیست و هنرمنداتونه، تازه وای به حال مردم عادی. یعنی رفته تتلو کتک خورده برگشته دیگه. بچه ها بعد یه موضوعی هم که هست، امیر تتلو قراره ترک منه چهار رو بده بیرون، یکی از ترک هایی که
من یک، من دو، من سه، من چهار تا اینجا اومده، دقیقا چهار تا از این ترک اومده بیرون که چهارمی هم قراره داخل همین هفته بده بیرون که این موزیک به زودی میاد بیرون. یکی از بمب‌ترین موزیکای امیر تتلو به نظرم میتونه باشه، چون خیلی باله، یعنی معناش که مثلا من دو خیلی خوب بود، من سه 20 دقیقه بود، اون موقع قرارداد بسته بودن که آهنگ زیر 20 دقیقه کلا نداره، یعنی تتل دیگه آهنگ زیر 10 دقیقه نداشت اون دوران. ولی خب گفته که قرار من چهارم بیاد بیرون، نظر شما چیه؟ اصلا یه جوری شده که الان تتلو یا میخواد بیاد ایران یا میره دعوا میکنه تو ترکیه، اصلا یه وضعیتی دیگه. نظرتون حتما واسه هم کامنت کنید، یادتون نره کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، اگر میخواید داخل قرعه کشی سابسکرایب کنید همین الان ساب کنید، برای کامنت بذارید میتونید قرعه کشی هفته قبلا برید داخل ویدیو قبلی نگاه کنید. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، خدا نگه دارتون.